بیش از 166 هزار نفر از 36 کشور تقاضانامه ای را جهت رسیدگی سازمان ملل به اتهامات برداشت اجباری اعضای بدن در چین امضا کردند. این نشان می دهد که اتفاقاتی که در جای بسیار دوری مثل چین رخ می دهد برای مردمان زیادی حقیقتا مهم است. به نظر من این واقعا خوشایند است. دو گروه حمایتگر این تقاضانامه پزشکان مخالف برداشت اجباری اعضا و حزب رادیکال مسالمت‌آمیز مستقر در ایتالیا این تقاضانامه را روز دوشنبه در ژنو ارائه کردند. افرادی که روی برداشت اجباری اعضای بدن تحقیق می‌کنند اظهار می‌دارند که قربانیان اصلی تمرین کنندگان فالونگونگ هستند. آنی یانگ، یکی از تمرین کنندگان این روش معنوی، در ارتباط با تجربهش در اردوگاه کار اجباری پکن صحبت کرده. ولی تا آنجایی که می دانم برداشت اعضا وجود دارد، چرا که وقتی در اردوگاه به سر می بردم ما را مورد شکنجه قرار می دادن و اساساً تمام حق و حقوق من را پایمال می کردن، ولی بدن من را به طور منظم معاینه می کردن. فکر می کنم خیلی مشخص، هر 3 ماه یک بار چشمان من را معاینه می کردن، آزمایش خون و ادرار می گرفتن، کلیه را چک می کردن و از قفسه سینه من عکس برداری می کردن. آنها همه چیز را چک می کردند. آرنه شوارتز، محقق اخلاقیات در سوئیس، قتل اشخاص برای برداشت اعضا را محکوم کرد. آیا درخواست قتل یک انسان قتل شخص دیگر را توجیه می کنند؟ به ویژه تمرین کنندگان فالونگونگ که معمولاً افراد جوان و سالم هستند که توسط هیچ دادگاهی محاکمه نشدند و بی‌دلیل بازداشت شدند، نه به خاطر ارتکاب به جرمی بلکه به دلیل اعتقادات معنویشان. این تقاضانامه به کمیسریای عالی سازمان ملل برای حقوق بشر ارائه داده خواهد شد. این ماه تقاضانامه دیگری در ایالات متحده آغاز شده که از این دولت درخواست بررسی این امر را دارد.